سلام عزیزان دلم، خوب هستید؟ امیدوارم که ویدیو ما رو دنبال کنید و از این هنرهای زیبا استفاده کنید. امروز می‌ریم سر یه هنر قدیمی و اصیل ایرانی به نام گلابتوندوزی. گلابتوندوزی رو برعکس هنرهای دیگه رو هر پارچه‌ای نمی‌دوزن یا رو پارچه‌های مخمل می‌دوزن که بهش میگن درباری دوزی یا عثمان دوزی، یا رو پارچه‌های تیره تقریبا میدوزن برای اینکه این بافت جلوه داشته باشه، چون ما فقط از رنگ‌های طلایی و نقره‌ای استفاده می‌کنیم. در قدیم میمادن طلا رو به رشته‌های خیلی نازک تبدیل می‌کردن، نخ می‌کردن یا نقره رو، بهش میگفتن گلابتون دوزی. ولی امروزه قرقره‌هایی هست که بهش میگن گلابتون دوزی. این قرقره‌ها ما براش دوختمون استفاده می‌کنیم. در دو رنگ طلایی و رنگ نقره‌ای استفاده میشه. شما خیلی راحت میتونید بدوزید. حالا من اگر بیام از این نگین‌ها استفاده کنم که در رنگ‌های مختلف تو بازار هست، میشه درباری دوزی. و این نوارها رو میبینید، نگین‌های متری بهش میگن. خودش جای دوخت داره که من الان همه رو به شما آموزش میدم. ما میتونیم اینا رو روی پارچه بچسبونیم، میتونیم روی پارچه اینها رو بدیم. شما ترجیح هم برای اینکه این هنر رو شروع کنید از یه پارچه تیره معمولی استفاده کنید. نمیخواد اول رو مخمل استفاده کنید، چون مخمل پارچه گرونیه و ممکنه شما دستای اول نتونید خوب درارید. کارگاهمونه که طبق معمول ما احتیاج داریم. میبینید از دو تیکه تشکیل شده. اینو میبینید عزیزان، این پیچه، با این ما این شلو صفر میکنیم. هرچی این بیشتر بسته بشه، این پارچه توی کارگاه ما محکم تره. خب حالا من پارچه رو بنو میکنم عزیزان، کارگاه رو میذارم، تکه بزرگ رو، تکه کوچیک داخل. میبینید قشنگ خودش دوتایی توی هم قالب میشه. وقتی که من این پیچ رو شروع کنم به پیچوندن، این پارچه خودش صفر میشه دیگه، هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. برای گلابتون دوزی اگر دیده باشید توی فیلم های اصیل ایرانی، لبه های آستیناشون، لبه های پایین شلوارشون از این دوخت استفاده شده. لبه های روسری ها که بهش میگفتن قدیم لچک. ولی شما میتونید رو هر چیزی که دلتون خواست بدوزید. نخو هر مقداری که دلمون خواست، ولی انقدی نباشه که بلند باشه و تو کار گره بخوره. برمیداریم. این نخم باید حتما دولا باشه. سوزن اونم ترجیح هم باید سوزنهای نازکی باشه که به بافت پارچه‌مون چون خیلی ظریفه آسیب نخوره. حالا من از پارچه میارم بیرون، شما یه خطای فرضی برای خودتون بکشید، فرقی نمیکنه چه خطی. خب حالا خانمی که شما باشید، الان فرض کنید که من اصلا میخوام یه حاشیه بدوزم پایین یه شلوار. سوزن رو داخل پارچه میبرم، از این طرف بیرون میارم. میبینید عزیزم، سوزن رفت توی پارچه، از این طرف اومد بیرون. نخ کجا؟ طرف روبروش. میبینید عزیزان من، این نخ چون طلاییه، من اگه رو پارچه سفیدن رو میدوختم هیچ قشنگی نداشت. به خاطر این رو پارچه های تیره استفاده میشه. درست رو؟ میبینید عزیزان، شروع میکنید به دوخت. منتها فرقی که این دوخت با دوختای دیگه داره اینه که ما باید لابلای اینو همه رو پر کنیم. موقع دوختم مواظب باشید که این به این پیچه گیر نکنه. اگرم گیر کرد خیلی آهسته اینو از توی این پیچ در بیاری. خب این الان دوخته شد. من الان فرض میکنم که این خطم رسیده به آخر کار. میارم جایی که کار تموم شده بوده اینو از پشت کار در میارم. خب الان من باید بیام بغلشو بدوزم، یعنی من باید بیام اینجا رو بدوزم، دفعه بعدی باید بیام اینجا رو بدوزم، شروع کنم اینو بپر کردن. این یکی از دوختای گلابتون دوزی بود. حالا تا شما اون
قسمت ها رو پر میکنید، من یه دوخت دیگه هم آموزش بدم که شما هر دوتا رو یاد بگیرید. خب این دفعه سوزن اومد بیرون، نخمون دولاه، میبینید این دفعه قشنگ کارگاه رو میچرخونید، یعنی سر و تهش میکنید. ما دوخت رو از بالا میریم به سمت پایین. حالا چیکار میکنیم؟ دوخت رو میاریم بیرون. میبینید عزیزم نخ کجاست؟ نخ زیر کاره، دوخت رو میکشیمش بیرون. اینم به همین حالت. دوباره میبینید عزیزم من این از بالا باید بدوزمش به پایین، چون این نخه یه خود پیچ میخوره، باید آهسته بدوزید، نمیتونید مثل نخهای گلدوزی تون تون بدوزید و بدید. خب الان دوباره اومد از حلقه قبلی، میبینید عزیزم. حالا اینو چیکار میکنم؟ شروع میکنم بکشیدن. به این دوخت میگن دوخت دندون موشی. توی گلابت هنوزی به این میگن دندون موشی. دوباره دوخت بعدی میرم داخل در میارم. میبینید عزیزان این نخ میاد زیر سوزن و کشیده میشه. هر وقتم دیدید یه نخیتون گیر کرد هیچ مشکلی نیست، اون یکی رو میکشید، هر دوتا با هم همزمان میاد، بعد میاد سوزنتون رو چکان کنید، یکی دست میکنید. این دوخت رو تا انتها برید، این دوخت تا انتها برید، بعد شروع کنید به پر کردن. هر کدوم ها همون جوری که زدید، نمیاد اینو که این روش زدیم دندون موشی وسطش رو پر کنید، همه رو همون دوختی که اولیه رو زدیم متنوعش نمی کنید. چرا؟ چون چیز کار زشتی میشه. قشنگیش به همین کاریه که ما انجام میدیم، یعنی همه به یک روش باشه. امیدوارم که این دوخت رو تمرین کنید. در پی آموزش گلابتون دوزی، حالا میخواییم بریم نگینه ها رو روی کار فیکس کنیم. گفتیم نگینه های متری در انواع مختلف هست. شما به دو روش میتونید اینو روی کار فیکس کنید. روش اول اینی که گفتیم از چسب هایی که توی بازار هست میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا شما میگید نه من لباسم خراب میشه. میایین چیکار میکنید؟ نگین رو روی پارچه به وسیله دوخت محکمش میکنید. اسم این دوخت دوخت بخیه دوزیه. شما نگین رو میذارید عزیز من، دستتون رو میارید، ببینید بین نگین ها یه خطی داره، یعنی یه دونه نگین داریم یه خط فاصله، یه دونه نگین داریم یه خط فاصله، ما بین این خط فاصله ها رو میدوزید. موقع دوخت باید خیلی دقت کنید که این به نگین ها گیر نکنه. دیدید خیلی راحت الان یه بست زده شد. میریم بست دوم، نگین رو ردش میکنیم، میریم فاصله. با این کار این کارتون هم خیلی محکم میشه، هم به پارچه‌تون آسیب زده نمیشه و خیلی راحت شما اینا رو روی کار نصب میکنید. نکته مهم دیگه اینه که شما حتما باید رو اینو یه پوشش قرار بدیم. حالا پوشش یعنی چی؟ یعنی قبل از که شروع به دوخت کنید رو اینو یا اسپری کلر میپاچید یا از این لاک‌های بیرنگ روش میزنید. چرا؟ چون وقتی که این دست به اون دست کشیده میشه اینا باعث نشه که اون آستین شما نخکش بشه. با این کار شما جلوگیری میکنید از آسیب زدن به لباستون. پس بنابراین چی شد؟ ما قبل از اینکه شروع به دوخت کنیم، حالا البته من اینو تو خونه زدم دیگه، این زبری نداره، این نگینا نخکش نمیکنه. حالا ایشالله وقتی شروع به دوخت کنید خودتون متوجه میشید که باید روی اینا یه پوششی قرار بدید. شروع میکنید دونه دونه اینا رو دوختن. میتونید اگر کارتون طولانیه، مثلا یه لباس شبه، شما اینا رو 5 تا 6 تا یه بست بزنید، هیچ مشکلی پیش نمیاره، چون مابین اینا دوخت پر میشه و همه اینا محکم میشه. ولی من الان برای شما میبینید دارم دونه دونه میرم جلو. ببینید خیلی راحت سوزن اومد تو این فاصله خالیه. من نخو میکشم. موقع کشیدنم مواظب باشید که چی؟ نختون گیر نکنه، چون این نخهای گلابتون دوزی نخهای صافی نیست، نخهای پلی‌استر نیستش که. خواه ناخواه یه ذره روی کار پف ایجاد میکنه.
گفتیم میتونیم 5 تا 6 تا بریم جلو، میتونیم هم مثل ما دونه دونه بریم جلو. حالا ما الان رسیدیم سر پیچ، شما الان مثلا میخواید یه قاب ایجاد کنید، باید بلد باشید چیکار کنید دیگه. همه کارا که صاف و خطی نیست. من اینو اینجا میذارم، دستمو میچرخونم قشنگ، دستو میچرخونم، برمیگردم میام. میبینید الان این قاب من بسته شد. بعد دوباره میام اینجا میزنم. حالا این ممکنه شکل اشک باشه، ممکنه هر شکلی که شما میگی، شکل یه هشت باشه که بخواید توشو نگین بدوزید، هیچ فرقی نمیکنه. هر جا بود فیکسش میکنید میدوزید. اگر نتونستید خانم با این نخا کار کنید، با نخای نامرئی هم میتونید کار کنید، هیچ فرقی براتون نداره. یا اینکه با چسبی که مخصوص پارچه است، حالا هر مارکی که بود هیچ فرقی نمیکنه بچسبونید. خب پس من اولی قاب با نگینم ایجاد میکنم، با نگین مترین. حالا مثلا میخوام اینا رو داخلش بدوزم. میبینید اگر این دوخت و قاطی دوخت گلابتون دوزی کنیم، عزیزان بهش میگن دوخت درباری، بهش میگن دوخت عثمان دوزی. من یکی دو تا نگین رو برای شما آموزش بدم چجوری بدوزیم که شما یاد بگیرید. ببینید عزیزم، بعضی نگین ها اینجوریه، هیچ قابی نداره، ولی میبینید دو تا خودش جای دوخت داره. بعضی نگین ها میبینید مثل ایناست، یه فلزی پشتشه. این فلز رو میبینید عزیزم، این فلز ها پشتش جا داره. شما وقتی میخرید نگاه کنید ببینید جای دوختش چجوریه، خیلی راحت میدوزید. حالا من نگین های بزرگ رو آوردم که شما خوب متوجه بشید، وگرنه ریز و بزرگیش زیاد فرقی نمیکنه. الان میبینید نگین های منو، به اینا میگن نگین های مستطیل شکل. اینم دوتا حفره داره. من سوزن رو ببرم داخل تا شما خوب ببینید. خیلی راحت میتونید اینا رو بدوزیدش. خب حالا من الان یه دونش رو میدوزم تا شما متوجه بشید. نگین رو میذارم وسط کار. این نگین متریال هم که دوختم تموم شده. سوزن میره داخل پارچه، از حفره نگین میاد بیرون. من اینو داخل حفره بزنم تا شما خوب ببینید. خب این اومد بیرون، میکشمش، اومد اینجا. دوباره یه بسته دیگه من باید برم. چرا؟ چون اگه نرم این فیکس نمیشه رو کار. با شستتون با انگشتتون نگه دارید، سوزن رو ببریدش پشت کار. ببینید خیلی راحت این روی کار من نصب شد. حالا سوزن رو میارم از طرف مقابلم، یه دونه بهش میزنم تا قشنگ دوخته بشه. عزیزان من، هرچی نگین داشتید میتونید به همین صورت توی کار بدوزید. شما میتونید هنر گلابتون دوزی رو با هنر درباره دوزی قاطی کنید. مانتوهای بسیار شیک و گرون قیمتی بدوزید که با کمترین قیمت این نگین ها توی بازار هست. این نوارای مصری با کمترین قیمت مقروم به صرفه هست، ولی شما میتونید از این هنرها روی لباس هاتون، روی تابلو، روی هر چی که دلتون خواست استفاده کنید.